ارسلان عزیزی قربانی رویداد غم‌انگیز مسجد جامع گذرگاه هرات، جوانی که دو روز برای عروسی و ازدواج وی باقی مانده بود، جوانی که داغ بر دل فامیل و اقارب گذاشت و خوشی این فامیل را به غم تبدیل شد. ارسلان کی بود و چگونه به شهادت رسید؟ سلام دوستای عزیز، خدا کند که خوب و جور و صحتمند باشید. ما در این موارد خواهیم پرداخت. پس تا آخرین ویدیو با ما همراه بوده، لایک و سابسکرایب را نیز فراموش نکنید. ارسلان عزیزی، جوان خوشقامت، همان امراد، یکی از آن جمله قربانیان رویداد دردناک شهر هرات است که در نخستین انفجار مسجد جامع گذرگاه هرات جان بحق سپرد. او که تازه از رشته طب از دانشگاه ترکیه فارغ التحصیل شده بود، برای خدمت به وطن و مردمش به افغانستان برگشته بود که بتواند برای مردمش خدمت کند. با گفته اعضای خانواده این جوان، قرار بود دو روز بعد از حادثه هر سالان ازدواج کند و وارد زندگی جدید خود شود، که همه آرزوها و آرمانهای خود را به دل خاک سپرد. اعضای خانواده این جوان با نشر پیام از مردم خواسته است تو از مرگ کسی خوشحال نشوند، شاید روز خداوند چون این روز را بالای آن افرادی بیاورد که در غم و اندوه دیگران خوشحال و خرسندی می کنند. در تازه ترین پیام خانواده ارسلان عزیزی آمده است که شهید بیگناه بودی. شهید ارسلان عزیزی، 7 سال سرش زحمت کشیدیم، در ترکیه طب خواندیم، سرش همه ما خوشحال بودیم، یک شنبه مراسم عروسیش را می گرفتیم، کارت ها را توزیع کردیم، امروز از دست دادیمش. به همین آسانی محفل خوشی ما به غم تبدیل شد. مرگ این جوان تعداد زیادی را غمگین ساخته و از جوانی وی صحبت می کنند که افغانستان مثل ارسلان جوانهای خوشقامت زیادی را با تمام آرزوهایشان از دست دادن و به دل خاک با دستان لرزانشان سپردند. مادر این جوان که یگانه فرزند جوان خود را از دست داده در حالت بد قرار دارد و شبا و روزها فقط اسم ارسلان را صدا می زند و می گوید که در را باز کنید، ارسلان می آید. دردناکترین لحظه زندگی یک مادر گفته می شود. خداوند هیچ کسی را چون این حالت را نشان ندهد. خداوند فامیل و قارب شهید ارسلان را صبر دهد تا غم دردناک ارسلان را تحمل کنند.